تیری با موفقیت نویل گشتن، چهره نوبتی برنامه ما رو به نشون رسید. سعی او سعیدش که هنر بود، خوشبختانه نصیبش گشت. گران نه، با ارزانی، زیرا میر به هنر و سرود خونی و ذوق و شوقش به هنر از خوردی او رو دنبالگیر بود. امروز او رو میشناسند، احترامش میکنند و سرودهایش رو زیر لب زمزمه هم میکنند. ما در موردی یک تن از هنرمندی جوان بانوی هنر نشانه رستم حرف میزنیم که این دمونی لحظه خیر مقدمش میگویم با برنامه. برگی زردم پوری دردم میانی بحری پر تغیان میانی بحری پر تغیان همچو گردم همچو گردم برگی زردم پوری دردم. تشکر. این صدا و این سیما خیلی خوشمون اومده. خیر مقدم به برنامه. خوب استید. همه نغز است. تشکر. خیلی شدیم که این دمو لحظه همراهت صحبتی میخواهیم انجام داده باشیم و گمان میکنم طریق تلویزیون در علاهیدگی بوری نخست است که نشانه رستم مصاحبه انجام میدهد. بله، بوری نخست گمان میکنم که پای بردید که کمی در هیجان هستم. خب به هر صورت این صحنه از صحنه هنر مشکل تر است گمان میکنی و چی؟ گمان میکنم که در صحنه هنر خودم را آزادی میکنم. نشانه اگر آماده باشی شروع کنیم. بله آماده هستم. نشانه رستم خیلی توأم افتاده این نام با شما، این اسم با شما، زیرا که نشانه ده از رستم قاسم یکتن از هنرمند زنده یاد. از پدر چه خاطرات شیرین از شما؟ افسوس که من در یاد ندارم چون که من 1 سال و 8 ماه داشتم. خورد بوده؟ خورد بودم، بله. اما من به سرودهای پدرم کلان شدم، مهر بستم، شوق زیادم باز زیادتر شد. در صنعت ترانه های پدرم الهام بخش من هستند. خب نشانه از اون تعداد زیاد ترانه هایی که پدر ایجاد کرده و خونده، یکم تاش رو از نوسازی کرده. بله. چی ترانه باشه؟ ترانه وطنی پدرم رو. این لحظه ما امکان داریم که بشنویمش. ای وطن هر نفس کیزی هوایت میکشم، صدقه نام وطن صدقه کلاب شوم، کوه و دشت و دمنت فصل بهار چی خوش است، صدقه کوه و دمن صدقه کلاب شوم، صدقه کوه و دمن صدقه کلاب شوم. خوب نشانه در جوده هنر یکم جورو ختم کرده یا اینکه خودآموز باشد؟ خودآموزم، مکتب میونه رو ختم کردم. در پای سایقل هنر هستی یا نه؟ بله، من در نزدی استادان سایقل هنر نمودم. یاد دارم که در کنسرواتوری جمهوری تاجیکستان داخل شده هنرم رو با سایقل دیدم.
ای امیدی به حاسی پناهت بر خدا بادا رهی عمرم زیراهی تو با فرسخ ها جدا بادا با فرسخ ها جدا بادا شکستی شیشه ای عشقم با سنگی سختی بدنامی تو در من عشق را کشتی با خاموشی با آرامی با خاموشی با آرامی اگرچه غصه ام دادی گرفتی از من آزادی ندادی لحظه ی شادی تو را آهی دلی زارم بگیرد ای جفا کارم همین را من طلب دارم تو را آهی دلی زارم بگیرد ای جفا کارم تصمیم هنرمند گشتن نشانه رو از سینی چند سالگی اذیت میداد؟ از سینی 10 سالگی من رو اذیت میداد. سرودای پدرم رو گوش میکردم بیشتر. اما در اول میخواستم که هنر پیشه تئاتر باشم. تئاتر کینو؟ بله. ولی چون هنرمند گشتید گمان میکنم امکانیتی فراخ دارید برای اینکه در ترانه هایتون نقش بازید همیتر و چند تا امروز چند سرود رو صحنه گذاری کردید یعنی که به طور معمول گیم کلیپ کردید من 4 کلیپ ثبت کردم نقش آفریده در یکم بله در سرودی علایار علایار و همه سرودی علایار گمون میکنم در معرفی نشانه رستم سهمی بسزا دارد یا نه؟ بله ما رو با همین سرودم مردم میشناسند وقتی در کوچه ها هم میروم مردم سرودی ما رو زمزمه میکنند این برای پسند است یا نه؟ بله پسند است علیار علیار داغ داغ ای دلی زار داغ داغ ای دلی زار علیار علیار
الیار الیار زار زار ای دلی داغ زار زار ای دلی داغ الیار الیار الا ای جور غمش چاک چاک ای جگرم چاک چاک ای جگرم الیار الیار هی گلیاس گلای در غمی گل بل بلای گلیاس گلای در غمی گل بل بلای یاری خوش داری ما مهرهی هر کاکلای یاری خوش کردمان مهرهی هر کاکلای واقعا هم نشانه رو سینش موافق است با موضوع های انتخاب شده در ترانه هایش یعنی وصایف عشق و محبت پس نشانه رستم از عشق چی میدونسته باشه؟ نه اونقدر از عشق زیاد میدونید؟ زیاد میدونم اما یک چیز رو میدونم که به عشق زندگی معنی ندارد من عشق رو در زندگی، در وطن، در طبیعت زیبا میبینم محض همین عشق ما رو بادار میکند که ترانه عشق، ترانه وطن، ترانه زندگی سرایم و میخواهم که در وصف عشق یک پرچه ایران باشد میسرایم دیگر از عشق میترسم که ریزد آب و رویم را بچه غصه اندازد تمامی آرزویم را دلی زخمی و تنهایم همین را خوب می داند تبابت می شود زخمو ولیکن جاش می ماند نشانه اگر از تازکاری ها پرسون شویم چی نوگانی است در حیات جادی و هنری نشانه رستم؟ من سرودی ای بی دل دل را ثبت کردم کلیپش را تیار کردم به نزدیکی می براید خب این ترانه هم ترانه نو است؟ ترانه نو است بله مطلب این سرود این گونه است گل کاری کنم خانه بوده وار و دره فریاد کنم یاره که هر دم سفره یاران یاران ای کار با کارم نگیره نی پودینه ای هر باخ نمی فاره مرا نشانه بیشتر برای کدوم سبک پیسنده سبک خلقی یا استراده خلقی بیشتر خلقی و گمون میکنم امروز با بیشتر شنوندگان از همین گونه از سرودهای خلقی پسند است زیرا که در آن احساس میشود همین مثلا چون پودینه گفته چون با مردم مراجعه کرده که کار با کارم نگیرد یعنی این همه جوده تاثیرگذار باشد یا نه یعنی که در خودی همین صحنه هنر مرد زودتر موفق میشود یا زن بندیشه نشانه رستم با فکری من استعداد اصیل نخست باید صدا باشد سیما باشد و این صدا و سیما میتواند که زود معرفگری صنعتکار گردد نشانه از صحبت این لحظه اینه گمون میکنم که با هنر بودن و خود را در هنر فدای کردن در روی هنر فدای کردن برای پسند است بله خیلی پسند است من زندگیم را به هنر تصورات کرده نمیتوانم یعنی صبح من هنر است، شام من هنر است، همه روزگاری من هنر است. به اندیشه نشانه هنرمند کدام وقت خود را موفق می حسابد؟ به اندیشه من آن وقتی که مردم سرودی مرا زمزمه می کنند. نشانه آینده را نقشه ریزی کرده یعنی در آینده نزدیک نشانه رستم رو چگونه خواهیم دریافت؟ میخواهیم از نقشه های سازگار نشانه بفهمیم همان گناهی که امروز هستم
пайваста дар ҷустуҷӯи эҷодиёти нав. Ва ҳам ният дорам ки як концерти худро баҳри мухлисони азизам пешкаш кунам. Хуб, дақиқтар нишона, кай мунтазир бошам? Бигзор ки сири эҷодии ман бошад. Хуб, ташаккур нишона, мо ба он нияте ки дар дил аст ҷомаи амал хоҳонем ва дар ҷодаи интихоб намуда дар роҳи эҷод ба шумо парвози баланди эҷодиро таманно мекунем. Ташаккур барои суҳбат. Ба шумо ҳам ташаккур, Фарухҷон. Ба телевизиони Сафина ҳам ташаккури зиёд, ки муаррифгари эҷодкорони ҷавон аст. Ташаккур. ва бинандаи азиз, инҷо то дарёфти соҳибзавқи дигар бо шумо хайру хуш мекунем. Хайр, дӯстдори санъати асил бошед. میگفتی بی تو هیچم با من بیمون همیشه نباشه من میمیرم گل بی گل دونه میشه چه اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم چه اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم.